فقط خبر. This shameful record includes alleged instances in which new patrol. ابراز تأسف عمیق استرالیا از بدرفتاری سربازانش در افغانستان. نیروهای ویژه استرالیایی دست کم 39 زندانی و غیر نظامی افغان را در زمان حضورشان در این کشور کشتند. آغاز مسافرت‌ها همزمان با شروع محدودیت‌های رفت و آمد در ایران. در بریتانیا آزمایش واکسن کرونا امیدوارکننده بوده. سفر نخست وزیر پاکستان به کابل، اشرف غنی و عمران خان بر توقف خشونت در افغانستان تاکید کردند. Today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel. و سفر جنجالی وزیر خارجه آمریکا به یک شهرک یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. تحقیقات ارتش استرالیا نشون میده که سربازان این کشور در زمان حضورشون در افغانستان در قالب نیروهای ناتو دست کم 39 غیر نظامی و زندانی رو به شکل غیر قانونی به قتل رسوندن. وزارت خارجه افغانستان میگه این قتل‌ها نابخشودنی است، اما از نتیجه این تحقیق استقبال کرده و اون رو قدمی در جهت رسیدن به عدالت خونده. ارتش استرالیا گفته عاملان این قتل‌ها محاکمه خواهند شد. نخست وزیر استرالیا هم ابراز تأسف عمیق کرده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. اینها سربازان استرالیایی هستند، کشوری که از نخستین روزهای آغاز جنگ علیه طالبان در افغانستان در سال 2001 در ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا حضور داشت. حالا بعد از 19 سال که از حضور نظامی آنها در افغانستان می‌گذرد، سرانجام حاصل تحقیقاتی که سالها به طول انجامید منتشر شده. نتیجه نقض گسترده حقوق شهروندان افغان به دست سربازان استرالیایی. دست کم 39 نفر شامل کشاورزان و زندانیان توسط این سربازان بدون دلیل کشته شدند. برای فرمانده ارتش استرالیا نتیجه این تحقیقات یک شرمساری بین المللی است. This shameful record includes alleged instances. این اسناد شرم‌آور شامل مواردی است که نشان می‌دهد بر اساس یک رسم وحشتناک به نام خونی شدن، اعضای جدید واحد نظامی مجبور شدند تا به عنوان اولین کشتن به یک زندانی شلیک کنند. Further to this, همچنین در مواردی اسلحه و بیسیم در کنار مقتولان گذاشته شده تا به عنوان سند ادعای آنها استفاده شود و وانمود شود که دشمن بودند. نتایج تحقیقات دادستانی ارتش استرالیا نشان می‌دهد که این قتل‌ها در جریان درگیری رخ نداده و هیچ کدام از دلایل رایج سربازان خارجی برای قتل‌های این چنینی مانند سوء تفاهم یا اشتباه سهوی موجه تشخیص داده نشده. ضمن اینکه تمامی کسانی که برای این تحقیقات بازجویی شدند نشان دادند که به خوبی با قوانین بین المللی و مقررات جنگی آشنا بودند. به بیان دیگر آنها با آگاهی کامل از غیر قانونی بودن کارشان به این قتل‌ها دست زدند. To the people of Afghanistan, on behalf of the Australian Defence Force, من به نمایندگی از نیروهای دفاعی استرالیا صادقانه و بدون هیچ قید و شرطی به خاطر تمامی خطاهای سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کنم. من مستقیماً با همتای افغانستانی هم جنرال زیا صحبت کردم و این پیام را به او دادم. چنین رفتارهایی کاملاً اعتماد مردم افغانستان را که از ما خواستند به کشورشان کمک کنیم خدشه‌دار کرد. در 19 سال گذشته این نخستین بار نیست که سربازان خارجی در افغانستان به نقض حقوق بشر، قتل غیر نظامیان یا جنایات جنگی متهم شدند. این مسئله به حدی گسترده بوده که دیوان بین المللی کیفری سالهاست در حال پیگیری و تحقیق درباره اتهاماتی از این دست است. امسال این دادگاه اعتراض آمریکا به چنین تحقیقاتی را وارد ندانست. بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در میان سربازان خارجی، سربازان آمریکایی بیش از همه به کشتن غیر نظامیان افغان متهم هستند. کیوان حسینی، بی بی سی.
ساعتی پیش از محسن صلح‌دوست پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه کوینزلند درباره واکنش رسانه‌ها و مردم استرالیا به این گزارش پرسیدم. واکنش مردم و رسانه‌ها به طور کلی در استرالیا متفاوت بوده. واکنش مختلف دیدیم از مردم و همچنین رسانه‌های یک سری از مردم، گروهی از رسانه‌ها منتقد همیشگی حضور نظامی استرالیا در خاورمیانه بودن. اساسا این پرسش مطرح بوده همیشه که چرا زمانی که منافع استرالیا به صورت مستقیم در خطر نیست، استرالیا اساسا باید حضور نظامی در کنار آمریکا در خاورمیانه داشته باشه. اما یه عده دیگه هم که خیلی موافق همپیمانی استرالیا با آمریکا بودن و حتی طرفدار حضور نظامی استرالیا در خاورمیانه بودن، با اتفاقاتی که افتاده و روشن شده و این پرونده‌ای که 4 سال در جریان بوده، پرسشی که براشون این هست که چرا عدم شفافیت دولت استرالیا باعث تداوم این اتفاق بوده. گزارش هایی که ارسال می شده به مقامات بلندپایه نظامی چرا همیشه به صورت یک امر درونسازمانی باش برخورد می شده. و در کنار اینها هم به هر حال بخشی از مردم هم یا رسانه ها به هر حال سربازهای نیروهای ویژه استرالیایی رو همیشه به عنوان قهرمانان ملی می ساختن. حالا براشون سوال هست که چرا مدت زیادی این نیروهای ویژه مشغول، بخشی از اینها به هر حال مشغول کارهایی بودن که در حال حاضر جنایت جنگی شناخته میشه و پیامدهای این اتفاقات برای جامعه چند فرهنگی استرالیا چه خواهد؟ در واقع حادثه‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد، نیروهای متفاوت از ده‌ها کشور آمدند به افغانستان، فرهنگ‌های مختلف داشتند و حالا اونطور که فرمانده نظامی استرالیا میگه یک فرهنگی بین نیروهای ویژه یا گارد ویژه استرالیا بوده به اسم خون ریختن. اونها آگاه بودن از این رسم و قطعا میدونستن که چیه. چرا با این وجود اجازه داده شده که پیش بره این مسئله؟ بله، متاسفانه این رسم حتی در گرد همایی سالیانه‌ای بوده در بین نیروهای ویژه که اینها معمولا اتفاقاتی که در بینشون رخ میداده اونجا تعریف میکردن، گاهن همدیگر حتی مسخره میکردن بابت کمکاری در همون اجرای همون رسمی که شما بهش اشاره کردین. اما فرمانده نیروهای نظامی استرالیا در صحبتاش امروز به نوعی قبول مسئولیت کرد، گفت این ضعف رهبری و فرماندهی نیروهای نظامی بوده که چنین رقابت سمی بین یک سری از افسران، اون هم نیروهای ویژه استرالیا، شکل گرفته. و به خاطر همین هم فکر در گزارشتون هم اشاره کردیم که یک بازجت ویژه‌ای برای رسیدگی به جنایات جنگی که احتمالاً در افغانستان اتفاق افتاده تشکیل دادن. محسن صلح‌دوست بود، پژوهشگر روابط بین الملل. در ادامه تلاش‌ها برای یافتن واکسن کرونا، پزشکان در بریتانیا میگن واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد تاثیرات امیدوارکننده‌ای روی افراد مسن داشته. دو واکسن دیگه ساخت شرکت‌های فایزر و مادرنا هم در آمریکا در حال طی مراحل تایید نهایی هستند. این در حالیه که شمار جان باختگان کرونا در آمریکا به 250,000 نفر رسیده. در ایران هم به گفته وزارت بهداشت، تنها در شبانه روز گذشته حدود 480 نفر جان خودشون را از دست دادند. قراره از شنبه تعطیلی‌های گسترده‌ای برای کنترل ویروس کرونا اجرایی بشه، اما بسیاری قبل از آغاز محدودیت‌ها راهی استان‌های شمالی کشور شدند. باران عباسی گزارش می‌دهد. هجوم مسافران در ایران به استان مازندران، در یکی از بحرانی‌ترین نقاط شیوع کرونا در جهان. کمتر از 2 روز مانده به آغاز تعطیلی‌های گسترده و محدودیت رفت آمد به شهرهای با وضعیت قرمز، با هدف کاستن از شتاب گسترش ویروس. محدودیت‌هایی که برای بسیاری نه به معنای ماندن در خانه، بلکه زودتر رهسپار شدن به سوی شمال بوده. به رغم هشدارهای پی در پی درباره افزایش روزافزون شمار قربانیان. یه جابجایی درخت داشتم، حتما بعد تو این فصل انجامش میدادم. ورود خروج خودرو محدودیت تردد داره از روز شنبه. شما اگه مجبوریم بمونیم همونجا تا اون محدودیت تموم شه داخل ویلا. اگه به اون جریمه 500 تا 1 میلیون تومانی بخورید چی؟ دیگه مجبوریم دیگه، بعضی موقع بعد یه جریمه یا داد دیگه. به گفته وزارت بهداشت، تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شده و 476 نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بر اساس یافته‌های BBC فارسی و به اذعان مقام‌های رسمی، شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. در اروپا تعطیلی‌ها همچنان پا بر جا، همزمان با جان گرفتن امیدهای تازه به مهار کرونا. در پی نتایج آزمایش یک واکسن جدید، این بار از دانشگاه آکسفورد،
واکسنی که به گفته پزشکان اینجا در ایجاد ایمنی در افراد مسن‌تر موفق بوده. واکسن دانشگاه آکسفورد فعلا در مرحله دوم آزمایش است. با شرکت 560 داوطلب، حدود نیمی از آنها بالای 70 سال. در مرحله بعد 30,000 داوطلب از آمریکا، بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی در آزمایش این واکسن شرکت خواهند داشت. پزشکان میگویند تولید واکسن آکسفورد در مقیاس جهانی آسان‌تر از واکسن‌های فایزر و مادرنا است. دو واکسنی که در آمریکا در مرحله تایید نهایی قرار دارند. تحولی کلیدی در کشوری با 250,000 جان باخته، بیشترین شمار مبتلایان در جهان و بالاترین تعداد افراد بستری در بیمارستان از زمان آغاز شیوع بیماری. فعلا اما محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها همچنان پا برجاست. پزشکان نگران از احتمال بی‌توجهی به مقررات، مخصوصاً در تعطیلات روز شکرگزاری و کریسمس. از خودتون بپرسین تو این وضعیت ارزشش رو داره جمعیت زیادی از جاهای مختلف در یک جا جمع بشن، در فرودگاه‌ها تجمع کنن، سوار هواپیما بشن و به خونه هاتون بیان؟ سوالی مهم پیش روی کسانی که بار سفر می‌بندند، از جمله ایرانیانی که در روزهای اوج کرونا به سوی شمال هجوم بردند. باران عباسی، بی بی سی. دکتر جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی و مدیر علمی شرکت دارویی IBT از مریلند آمریکا با ما هست. آقای امان، پیشتر گفته می‌شد که باید صبر کنیم برای واکسن، ولی حالا می‌بینیم که شرکت‌ها یکی یکی بیرون میان و میگن که واکسنشون خیلی هم موثر بوده. فکر می‌کنید تفاوت این واکسن‌ها با هم دیگه چه است و چه زمانی باید منتظر اینکه اونها به بازار برسن باشیم؟ این واکسن‌ها در واقع در سه تا گروه مختلف میتونن تقسیم بشن. یکی واکسن‌هایی هستش که مبنای ساختارش بر اساس ویروس ادنوویروس، این یکی از ویروس‌های سرماخوردگیه که ژنای مربوط به کرونا رو که سطح کرونا رو تشکیل میده در اون جاسازی میکنن، این به این طریق یک واکنش دفاعی نسبت به کرونا ایجاد میکنه. این ویروس و واکسن های استرازنکا، همون آکسفورد و جانسون اند جانسون و همینطور واکسن روسا و یکی از واکسن های چینیا بر اساس این تکنولوژی هست. راه دومش اینه که از طریق وارد کردن اون چیزی که بهش میگن mRNA که در واقع یک کپی ژن هستش و هیچ به اصطلاح داربست ویروسی نداره، اینو وارد بدن میکنن. اون هم مال فایزر و بایونتک هستش و مدرنا. و بعد نوع دیگه اینه که خود پروتئین سطح ویروس رو به شکل‌های مختلف به عنوان واکسن وارد بدن کنن، مثلا واکسن شرکت نوواکس. این سه تا اصل هستش که دنبال میشه توی این واکسن ها. و تفاوت اینا با همدیگه توی همه زمینه‌های مهم برای واکسن وجود داره. یکی از نظر اولا توانایی تولید انبوه، مسئله شرایط نگهداری، مثلا شرایط نگهداری ویروس های استرازنکا و جانسون جانسون خیلی بهتره، چون میشه توی یخچال نگه داشت در مقایسه با اون ویروس مال فایزر و مدرنا باید به صورت منجمد باشه. البته مال مدرنا برای مدت کوتاه‌تری میشه در یخچال نگهداری کرد برخلاف مال فایزر. واکسن نوواکس احتمالاً از نظر شرایط نگهداری مشابه هستش با ادنوویروس ها. اما مسئله مهمتر از این مسئله واکنش های جانبی، عوارض جانبی هست، مسئله اثر بخشی هست. تا به حال از نظر اثر بخشی فقط اون ویروس های واکسن های گروه mRNA که مال فایزر و مدرنا هستش اثر بخشی خودش رو به طور قطع نشون داده. یک سوالی که هست این که برای آیا انواع مختلف این واکسن برای گروه های مختلف سنی ممکنه تفاوت داشته باشه اثرش؟ بله، علل اصول واکسن ها خیلی معموله که بین گروه های سنی تفاوت جدی داشته باشه. مثلا واکسن اینفلوئنزا تو افراد بالای 65 سال اثر بخشش خیلی کمتره تا افراد جوانتر. واکسن که آکسفورد و استرازنکا دارن درست میکنن نشون داده شده که توی گروه های سنی بالای 55-65، این مطالعه بود که همین چند روز پیش اومد بیرون، اثر بخشش از نظر واکنش دفاعی مشابه هستش با
سنای جوانتر، اما هنوز معلوم نیستش که اثر بخشش از زاویه جلوگیری از عفونت هم مشابه باشه تو سنای مختلف، چون که این واکسنای ادنوویروس هنوز از نظر مرحله آزمایش کلینیکی یه پله عقبتر هستند از بقیه واکسنا و احتمالاً تا یک ماه دیگه شاید نتایج استرازنکا بیادش بیرون و مال جانسن اند جانسن ممکنه یه تا بیشتر طول بکشه. ممنونم از شما دکتر جواد امان بابا. با وجود اعلام شرایط تعطیلی و محدودیت‌های گسترده در تهران برای کنترل شیوع کرونا، یکی از زندانیان دربند زنان زندان قرچک میگه مرخصی گروهی از زندانیان زن تمدید نشده. به گفته او حتی با وجود اینکه نتیجه آزمایش کرونا بعضی از این زندانیان مثبت اعلام شده، از اونها خواستن تا فردا به زندان برگردند. طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش شمار زندانیان مبتلا به کرونا در زندان‌های ایران منتشر شده بود. مادر یکی از این زندانی‌ها که نخواست نامش فاش بشه به ما از وضعیت زندان قرچک گفته. من مادر یک زندانی زن در زندان قرچک ورامین هستم. متاسفانه با توجه به شیوع کرونا و قرنطینه سراسر ایران و حتی تمدید مرخصی زندانیان مرد در شهرهای مختلف، قاضی ناظر بر زندان به هیچ عنوان با تمدید مرخصی زندانیان قرچک موافقت نکرده. حتی چند تن از زندانیان که دارای تست مثبت کرونا بودند و ناقل بیماری هستند، نامه از دادستان محترم برای تمدید دارند، هم نتوانستند تمدید کنند. متاسفانه در هفته گذشته 3 تن از زندانیان زن با ابتلا به ویروس کرونا فوت شدند که البته مسئولین زندان این مورد را تکذیب می‌کنند. بسیاری از پرسنل زندان و بسیاری از مددجویان مبتلا به ویروس کرونا هستند و در قسمت نظارت، باشگاه، قرنطینه و اتاق‌های ملاقات شرعی و ایزوله نگهداری می‌شوند و اینها می‌خواهند فرزندان ما را هم با آنها قرنطینه کنند. صدای مادر یکی از زندانیان زن در زندان قرچک بود. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما. استرالیا از کشتار غیرنظامیان افغان در زمان جنگ افغانستان توسط نیروهای ویژه ارتش عذرخواهی کرد. بریتانیا میگوید نتیجه آزمایش واکسن کرونا که دانشگاه آکسفورد ساخته امیدوار کننده است. در ادامه این برنامه، زنان عربستان صاحب لیگ فوتبال شدند. عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز در سفر به کابل گفت که دولتش تمام توان خودش رو برای حمایت از صلح در افغانستان به کار میبره. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در یک نشست خبری مشترک با آقای خان از لزوم برقراری روابط بهتر بین دو کشور گفت. هر دو طرف تاکید کردند که ادامه خشونت در افغانستان قابل قبول نیست و باید آتش بس برقرار بشه. علی حسینی از کابل گزارش میده. مهمان همسایه گلمند، اولین سفر عمران خان به کابل 2.5 سال پس از رسیدن به نخست وزیری و آنطور که خودش میگوید پس از 50 سال. جلالت مآب عمران خان. هیئت بلند رتبه‌ای پس از 1 ساعت پرواز با این امید به کابل آمده که سفرشان پردستاورد باشد. حکومت آقای غنی به خاطر این سفر تأمین امنیت و ایجاد فضای مناسب در شهر کابل تعطیل عمومی اعلام کرد. هدف اصلی این سفر گفتگو در مورد صلح، روابط دو جانبه و تقویت روابط تجاری عنوان شده. عمران خان گفت پاکستان حاضر است هر کاری انجام دهد تا خشونت ها کاهش یابد و آتش بس ایجاد شود. او گفت که اسلام آباد هر چیزی را که ممکن است دریغ نخواهد کرد. The whole objective of this visit is to build trust. هدف کلی این سفر اعتماد سازی و برقراری بیشتر روابط است و اینکه به شما اطمینان بدهیم که بیشتر از توقعتان ما انشالله کمکتان میکنیم. آقای
آقای غنی سفر آقای خان را تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که سفر نخست وزیر پاکستان یک قدم بسیار بزرگ برای آینده باشد. هدف مشترک ما این است که بر بی‌اعتمادی که باعث سردی روابط ما شده است غلبه کنیم. سفر عمران خان برای افغانستان از آن جهت مهم است که از دید کابل بخش عمده از مسئله جنگ افغانستان قابل حل است اگر اسلام آباد بخواهد. افغانستان پاکستان را پناهگاه طالبان می‌داند، گروهی که سالهاست دولت را به چالش کشانده و درگیر جنگی است که هر روز در آن شماری کشته و زخمی می‌شوند. همسایه اما می‌گوید از طالبان حمایت نمی‌کند و تلاش می‌کند این گروه را پای میز مذاکره صلح بنشاند. در قطر گروه طالبان و نمایندگان دولت بیش از دو ماه است که در نقطه آغازین مذاکرات صلح باقی ماندند. شب گذشته اما منابعی در قطر و نزدیک به یکی از هیئت‌های مذاکره کننده گفتند که دو طرف موارد اختلافی دستورالعمل مذاکرات را حل کردند. هیئت‌های مذاکره کننده اما رسما تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. مایک پومپو اولین وزیر خارجه آمریکاست که از شهرک‌های اسرائیلی در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن بازدید کرده. گزارش شده که آقای پومپو قصد دارد از بلندی‌های جولان هم که در اشغال اسرائیل هستند دیدن کنه. دولت دونالد ترامپ این بلندی‌ها رو به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت می‌شناسه. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به اسرائیل در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر دستاوردهای روابط دولت آمریکا با اسرائیل طی 4 سال اخیر گفت. من و شما در دیدار امروزمان به شهر قدیم نگاه می‌کردیم و همچنین به صلح، افزایش رونق و کاهش خطری که توانستیم با هم برای شهروندان سراسر جهان، منطقه و اینجا در سرزمین یهودیان دست یابیم که تاریخی است. شما باید به خود ببالید که مردمانتان را به این سمت سوق داده اید. می‌دانم که رئیس جمهوری ترامپ به دستاوردهایمان در کنار شما افتخار می‌کند. ما کارهای فوق‌العاده‌ای کرده‌ایم، باور کردنی نیست. شما فهرستش را خواندید. حتی همین پذیرفتن یک واقعیت ساده، یعنی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت قانونی و شایسته و حقیقی اسرائیل. عجیب است که ایالات متحده چند دهه پیش این کار را نکرد. مایک پومپو بود، اما در مقابل فلسطینی‌ها به سفر آقای پومپو به شهرک‌های یهودی‌نشین اعتراض کردند. مصطفی بربوطی از اعضای ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین بازدید او از اراضی اشغالی رو تحریک‌آمیز خونده. ظاهراً آقای پومپئو نمی‌خواهد هیچ فرصتی را برای مشارکت خودش و دولتش در یک جنایت جنگی از دست بدهد. جنایت الحاق یک سرزمین اشغالی و ساختن شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی، این بازدیدها غیرقابل قبول و تحریک‌آمیزند. سفر او به زمین‌هایی که شهرک‌ها روی آنها ساخته شده و باید روزی بخشی از کشور مستقل فلسطین باشند، همینطور سفرش به بلندی‌های جولان که متعلق به سوریه است و اسرائیل به طور غیرقانونی غصب کرده. به نظر من پومپئو و ترامپ سیاست تحریک‌آمیزی را دنبال می‌کنند. آنها سعی می‌کنند که تا حد امکان شرایط را برای بازگشت دولت بایدن به شرایط قبلی غیر ممکن کنند و امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین و برقراری صلح در منطقه را از بین ببرند. مصطفی برغوتی بود. اما شیوع ویروس کرونا باعث شده بود لیگ فوتبال زنان عربستان عقب بیفته، اما این مسابقه ها دیروز با شرکت 24 تیم از سر گرفته شد. در هفته اول مسابقه ها 7 بازی در شهرهای ریاض و جده برگزار شده که بعضی از نتایج اون پیروزی های پرگل به نفع یک طرف بودن. این در حالیه که فقط 2 سال پیش زنان عربستان اجازه حضور در استادیوم فوتبال رو پیدا کردن. در همین حال هفته گذشته برای اولین بار در این کشور یک تورنمنت بین المللی گلف زنان برگزار شد. پوریا جعفری همکارم اینجا در استودیو با من هست. پوریا، فکر می‌کنم خیلی‌ها نگاه داشتن به وضعیت کسانی که به وضعیت ورزش زنان نگاه می‌کنن. عربستان یکی از جاهایی که چشمشون به اونجاست. بالاخره لیگ فوتبال زنان هم شروع شد به هر حال. استثنایی برای عربستان، همینطور که تو مقدمه خبرم داشتیم، واسه کشوری که فقط 2 سال پیش اجازه داده که زنان وارد استادیوم بشن. حالا برخلاف ایران که زنان لیگ دارن ولی که نمیتونن برن به ورزشگاه، برعکس بود در عربستان، یعنی که اینا میتونستن برن ورزشگاه ولی که لیگ نداشتن. الانم میبینیم تو این لیگی که هست
خیلی بازیکنهای خارجی زیاد هستن، ولی برای اینکه جمعیت زنان عربستان رو به ورزش و به طور خاص فوتبال بخواد که علاقمند بکنه، تغییر بسیار بزرگی از اون تغییراتیه که میتونه واقعا تاثیر فرهنگی اجتماعی در سطح جامعه داشته باشه. من داشتم میدیدم یه سری گزارش ها بود که صحبت کرده بودن به بعضی از دخترهای توی مدارس عربستان و اینایی که علاقمند به فوتبال بودن، حالا یک سن حداقل هم داره که 17 سال هست. میبینید که خیلی از بازیکنام از کشورهای دیگه اومدن برای اینکه فوتبال بتونن اونجا رشد بدن. اینایی که زیر 17 سال سن دارن در مدارس، امیدوارن که بعدا بتونن حرفه‌ای بشن. واقعا یک سرآغاز جدید واسه ورزش زنان در عربستان. در این حال از نقض به هر حال حقوق بشر در افغانستان هم خیلی از کشورهای در عربستان خیلی از کشورهای اروپایی نگران هستند و صحبت کردند. چطور دیده میشه این مسئله در کنار نقض حقوق بشر در عربستان؟ وقتی که نگاه میکنیم به ماجرات و نگاه میکنیم به جامعه زنان عربستان، واقعا حرکت مثبتی هست، به خصوص که الان در سطح جهانی میبینیم که چقدر روی ورزش زنان دارن متمرکز میشن کشورها و میخوان که رشد پیدا بکنه. ولی در عین حال سازمانهای حقوق بشری میگن که شما اگر که دارید یک همچین کاری رو انجام میدید، سعی نکنید که فقط چهره خودتون رو بخواید جلوی بقیه کشورها قشنگ نشون بدید. شما باید بیاید موارد دیگه، آزادی های بیان، موارد حقوق بشر و مسائل دیگه ای که در مورد زنان در عربستان وجود داره، اینکه خیلی از اوقات ممکنه که تبعیض به خاطر جنسیت اونها وجود داشته باشه، اینها رو هم باید شما بیاید که راجبشون صحبت بکنید و مسائلی که توی جامعه باید باز بکنید. ولی که در کل وقت نگاه میکنید، اتفاقا برگزار کردن یک مسابقه های مثل این اجازه میده که اون مسائل دیگه ای که در مورد آزادی های زنان هستن بیاد مطرح بشه و نگاه های بین المللی رو عربستان وقتی که متمرکز تر میشه زیر ذره بین قرار میگیره، این بحث های دیگه هم در کنارش میاد. یعنی حتی اون سازمان های حقوق بشر و آزادی های بشر وقتی که اتفاقای اینجوری میفته، نه فقط مسئله زنان، توی بوکس بوده، توی مسابقات بین‌المللی ورزشی دیگه که تو عربستان برگزار میشه، اونها میتونن اجازه پیدا بکنن که بیان در مورد مسئله عربستان صحبت بکنن. ممنونم از پویا ژافر همکارم اینجا در استودیو با و ممنون از شما که همراه ما بودید. همیشه میتونید آخرین خبرها رو از وبسایت ما با آدرس bbcpersian.com به دست بیارید. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در همین سایت ببینید و بشنوید. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.